یازده سازمان فعال در زمینه حقوق بشر با ارسال نامه مشترک به سی کشور جهان تاکید کردند که نظام آل خلیفه در عمل به تعهدات بین المللی خود در زمینه حمایت از حقوق بشر سستی ورزیده است. این سازمان ها در نامه خود آوردند که نظام بحرین به روشنی در التزام به تعهدات بین المللی خود در حمایت از حقوق بشر شکست خورده و بارها و بارها ناقض قوانین حقوق بشر بوده و حقوق شهروندان این کشور را آشکارا زیر پا نهاده است در ادامه این نامه آمده با این شرایط کشورهایی که باید حامی این حقوق باشند تا کنون اقدامی قاطع برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در بحرین انجام ندادهاند و رژیم آل خلیفه همچنان در حال سرکوب شدید شهروندان این کشور است. این نامه خطاب کشورهایی نوشته شده که نمایندگان آنها در دوره سی شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2016 با امضای بیانیه مشترک معیارهای لازم برای نظارت هیئت‌های بین المللی را مشخص کردند و خواستار افزایش فشارها بر حکومت منامع برای ایجاد اصلاحات مهم و فوری در زمینه حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندان بحرینی شدند. این نامه توسط سازمان های مختلف حقوق بشر مانند دیدوان حقوق بشر، مرکز حقوق بشر بحرین، مرکز آمریکایی حقوق بشر و دموکراسی در بحرین، مرکز ماده 19، مرکز دموکراسی و حقوق بشر بحرین، مرکز پژوهش های حقوق بشر قاهره، مرکز خبرنگاران بدون مرز، سازمان سیفیکس، مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر، اتحادیه بین المللی حقوق بشر و خدمات بین المللی حقوق بشر به امضا رسیده است. بحرین کشوری با 85 درصد جمعیت بومی شیعه است، مردمی که از حقوق اولیه شهروندی خود محرومند و کوچکترین اعتراضات آنها به شدت سرکوب می شود. این کشور توسط خاندان سنی مذهب آل خلیفه و به صورت پادشاهی اداره می شود.